بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و صلاة و سلام و علی حبیبنا رسول الله و علی آله و صحبه و من ارزش انسان به چیه؟ به اون اثر انگشتی که روز دنیا میذاره نه به مال و منالش، نه به لباسش، نه به اون داراییش، نه به اون ثروتش میگی که مردم اگر ثروت نداشته باشی به توجه نمیکنن خب نکنن یه سگ وقتی یه آدم پولداری میگینه میبینه میره دومش تک تکون بینه وقتی یک فقیر بیچاره این میبینه که از چیزی امیدی نداره همچون روز نعره میزنه براش پس مردم چی میگن مهم نیست مهم من چی کار میکنم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمان تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرهم تعیس عبد القطیفه مرگ بر بنده دینار باشه مرگ بر پول پرست باشه مرگ بر مال پرست باشه مرگ بر جاه پرست باشه مرگ بر لباس پرست باشه اگه خدا کنه پیامبر خدا نفرینش میکنه که اگر خدا کرد و خاری رفت تو پاش خدا کنه این خاره هم از پاش در نیاد اینه واسه همینه که میبینیم وقتی که آقای وزیر سگ آقای وزیر وفات فرمودن همه رفتن تعذیت آقای وزیر اما وقتی خود آقای وزیر مرده میشن میمیرند میرند کسی نمیره تعذیتش چرا برند؟ سگه مرده بود رفته بودن خودشون رو پیش وزیر شیرین کنند الان خود وزیر رفت برو باش رفت که رفت هیچ که به پشت, پشت نگاه نمی کنه هیچ که ازش هم نمی پرسه. پس خداوند این مال به ما داده که چیکار کنیم این ثروت و خداوند به شما داده که در زندگیش خوش باشی بر زن و بچت برسی کمک کنی به فقیران و مستمندان بیکاران رو کار بدی نمیدونم کار به بازار کساد افتاده بازار رو به حرکت در بیاری یادمون نره اسلام منتشر شد با چی؟ با مال عثمان با مال ابو بکر با مال عبدالرحمن ابن عوف و امثال اینها اسلام منتشر شد با زهد پارسایی بله با قناعت و زهد پارسایی ابو زر و ابو درداب و امار و این افراد هر کسی نقش خودش رو باید در زندگیش داشته باشه مادر هدفش شکم بچه نباشه هدفش عقل بچه هاش باشه مادر امام بخاری وقتی بچه رو نگاه میکرد دید که این بخاری محمد ابن اسماعیل خیلی زرنگه برادراش رو گفت که ببینید این برادرتون خیلی زرنگه ها روش خرج کنید آینده خودتون رو بسازید با عرض پوزش مادر امام بخاری از ذکاوت و هوشش بود که میفهمید که باید این پسری که این عقل و شعور داره اینو بذاریم که آینده ما دستی اینه و همین کارم کرد شد امام بخاری امروز تو هیچ جای دنیا نیست مگر اینکه میارند په حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روایت کرده است امام بخاری رحمت الله علیه یعنی هیچ در روزانه شاید میلیون ها بار مردم برای امام بخاری دعا می کنند اسمش مون تا روز قیامت امام شافعی امام شافعی شد امام احمد امام احمد شد به خاطر اینکه مادرش خواست اگر همین مادرها عقلشون مثل خیلی از عقل مادرای امروزی ما می بود بچه هاشون چی میشدن گنده مثل خرس اما تا با مردنشون قبل از اینکه بمیرن امشون میمرد اما امام بخاری و امام احمد و امام شافعی و خیلی های دیگه تا روز قیامت هستن چون مادری به این عظمت و به این فکر داشتن و یادمون باشه که اگر خداوند به ما مال داده عبادت صاحب مال همینه که بره مالش رو انفاق کنه به جامعه برسه به بی بیکاران برسه به جوانای بی سرپرست برسه به جوانایی که ازدواج نکردن برسه به جامعه برسه درد جامعه رو داشته باشه عبادت صاحب مال این نیست که بره تو مسجد اعتکاف بشینه قیام اللیل بکنه روزه بگیره اینا بله اما اونی که مهمتره اون قسمتی است که خداوند اون ویژگی است که خداوند به اون داده اعملوا آل داوود شکرا خداوند نگفت به آل داوود که برید شکر بگید گفت برید شکر بکنید شکر انجام دادنیه با اون نعمتی که خداوند منان به ما داده انسانی که جاه داره در جامعه یک حیثیتی داره یک مکانتی داره عبادتش این نیست که بره دو شنبه و پنج شنبه رو روزه بگیره بشینه تو مسجد اعتکاف بشینه شبان روز نماز بخونه عبادتش اینی که از جاه و سلطه و مقامی که داره استفاده کنه برای خدمت به جامعه برای رسیدن به جامعه اعملو دار شکر شکرا شکر خداوند رو انجام بدید پس با اون نعمتایی که خداوند به ما داده باید شکر خدا رو به جا بیاریم لا این شکرتم لا نکم. اگر شما شکر منو به جا بیارید من به شما بیشتر میدم و این کفرتم این عذابی شدید اگر کفران نعمت کردید این نعمت از دستت رفت شکر نعمت نعمتت افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند